عصر همگی شما بخیر. از طرف کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو و سازمان دگرباشان ایرانی به همه تون خیر مقدم میگه. روزی که گذشت، روز مقابله با هوموفوبیا یا همجنسگرا ستیزی و یا بهتر بگم همجنسگرا هراسی بود. هوموفوبیا را اگر به اختصار بخوایم در یک جمله تعریف بکنیم، میتونیم بگیم که یک نوع نگرش منفی هست به همجنسگرایی. این نگرش منفی طبعاً رفتارهای تبعیض‌آمیزی رو داره که این رفتارهای تبعیض‌آمیز در حوزه شخصی و اجتماعی شامل رفتارهایی مثل رفتارهای کوچیکی مثل انکار این افراد و یا دوری از این افراد میشه و بعضی وقتا شدت و حدت بیشتری به خودش میگیره که منجر به انکار حقوق، ابتدایی ترین حقوق که از جمله حق حیات هست از این افراد میشه. ما امروز اینجا جمع شدیم تا در مورد هوموفوبیا صحبت کنیم، بررسی بکنیم، دلایل و ریشه هاش رو بخوایم بشناسیم و ببینیم که آیا اصلا راهی برای مقابله با هوموفوبیا هست و اینکه آیا اصلا هویت جنسی میتونه معیاری باشه برای احترام، قضاوت و احقاق حقوق افراد. امروز افتخار این رو داریم که در خدمت مهمونای باشیم که به ما کمک بکنن که به این سوالا جواب بدیم. آرشام پارسی، فعال حقوق دگرباشان و مدیر سازمان دگرباشان ایرانی، ضمن معرفی مهمانان ما مقدمه کوتاهی رو به شما خواهد گفت. من خیلی وقت شما رو نمیگیرم. قبل از شروع برنامه ازتون خواهش میکنم لطفاً تلفن‌های همراهتون رو خاموش کنید و ضمن اینکه صندوق کمک‌های مالی هم دست به دست قراره بچرخه، پیشاپیش ممنون میشم از بابت کمک‌های شما و اینکه این کمک‌های شما، درآمد حاصل از این کمک‌ها به سازمان IRQR و دگرباشان و پناهندگان دگرباش ایرانی اهدا خواهد شد. و ضمناً یک نکته دیگر رو هم می‌خواستم یادآوری بکنم. حدود 14 دقیقه نمایشنامه‌خوانی خواهیم داشت، و خواهش می‌کنم ضمن در طی این 14 دقیقه به هیچ وجه سالن رو ترک نکنید و در رو باز و بسته نکنید. خیلی متشکرم. از آرشام پارسی دعوت می‌کنم که تشریف بیاره برای معرفی مهمانان. سلام و درود میفرستم به تمام شما دوستان عزیز و بعد از ظهر خوبی براتون آرزو میکنم. من آرشام پارسی هستم، مدیر سازمان دگرباشان ایرانی که مرکز ما در تورنتو هست و عملا سازمان ما علاوه بر فعالیت برای گسترش حقوق دگرباشان ایرانی که منظور همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنسگونگان ایرانی هست، به صورت اضطراری مجبور هستیم که به پناهجویان دگرباش، یعنی کسانی که به دلیل گرایش جنسیشون و هویت جنسیشون مجبور شدن از ایران خارج بشن و درخواست پناهندگی بدن، خدماتی را ارائه کنیم. خدمات سازمان ما برای پناهنده ها به صورت رایگان می هست و ما در اکثر، یعنی در از سال 2005 تا به امروز بیش از 550 درخواست داشتیم از دگرباشان ایرانی در سراسر دنیا که درخواست پناهندگی دادن. مسلماً آمار پناهجویان بیش از این هست و تا به حال ما با هم در ارتباط نیستیم یا اینکه اطلاعی از وجود سازمان ما ندارن. نمیخوام خیلی وقت از همه رو بگیرم چون مهمانانی هستن که به اصطلاح مطلع حضور همه هستن و ترجیح میدن زمان رو به اونها بدن. و فقط توضیح کوتاهی رو فقط موشه که مارال عزیز گفت، صندوق‌هایی که برای به اصطلاح جمع‌آوری کمک‌های مردمی هست دست به دست خواهد گشت و هر کسی دوست داشته باشه میتونه هر مبلغی رو کمک کنه به پناهجویان دگرباشی که در ترکیه هستن و در کشورهای اروپایی و منتظر هستن که زودتر به یک زندگی آروم و به دور از هر گونه اضطراب و تنش دست پیدا کنن. من درخواست میکنم از مهمانان عزیزمون که تشریف بیارن و امیدوار هستم که برنامه خیلی خوبی داشته باشید. در قسمت دوم برنامه ما قسمت پرسش و پاسخ داریم که میتونن دوستان عزیز سوالاتشون رو مطرح بکنن. البته مهمانان ما احتیاج به معرفی ندارن ولی خب به رسم احترام خیلی کوتاه یک بیوگرافی از دوستان عزیز میگم. آقای
اولین سخنران ما آقای منصور حسینی هستند. آقای منصور حسینی از سال 2006 به عنوان تهیه کننده در تئاتر ملی سوئد ریکس تئاتر فعالیت می‌کنند و مدیریت پروژه صدای ایرانیان را به عهده دارند. تحصیلات ایشون در رشته نمایشنامه‌نویسی و ادبیات نمایش در دانشگاه هنرهای دراماتیک تهران و پس از آن ادبیات دراماتیک در سوئد می‌باشد. آقای منصور حسینی حدود 29 سال هستند که مقیم سوئد می باشند و ایشون از در سال 1987 تئاتر سسام در سوئد را تأسیس کردند و هم اکنون عضو هیئت مدیره شورای عالی فرهنگی سوئد در زمینه تئاتر و تبادل فرهنگی نیز می باشند. آقای حسینی، خیلی ممنون. بزنیم یک طور بلندشان قدمون خودم نمیدونم. خیلی متشکرم. با سلام خدمت همگیتون و ممنون که اومدید. ما خوش صحبت میکردیم که فوق‌العاده است که برای همچین سمیناری که در مورد هوموفوبیا است این همه علاقمندی وجود داره. واقعا متشکرم که اومدید. من خیلی خلاصه در مورد تئاتر ملی سوئد، آژانس بین‌المللی توسعه سوئد که در حقیقت سپانسرهای اصلی این برنامه هستن یا اینوسترهای این برنامه هستن صحبت میکنم. تئاتر ملی سوئد یکی از تئاترهای منحصر به فرد دنیاست. بعد از جنگ جهانی دوم در سوئد تشکیل شد، زمانی که هیچ تئاتری در سوئد به اصطلاح کار نمیکرد. مردم سوئد خودشون تصمیم گرفتن یه تئاتر تشکیل بدن، یه سازمان تشکیل بدن که تئاتر رو در تمام شهرها ببرن. در حقیقت یک تئاتر مردمی، ولی امروزه یکی از بزرگترین تئاترهای سوئد، تئاتر ملی سوئد و مسلماً دو نفر هم از خود دولت یا پارلمان سوئد در تئاتر ما، در هیئت مدیره تئاتر ما عضو هستن. من به عنوان تهیه کننده اونجا کار میکنم از سال 2006. بخش‌های مختلفی داریم، بخش تئاتر کودکان، تئاتر نوجوانان، تئاتر کلاسیک، باله کولبرگ که خیلی معروفه توی دنیا، بخش بین‌الملل، تئاتر برای ناشنوایان که اون هم باز یکی از معروف‌ترین تئاترهای دنیاست، حدود 35 سال تئاتر برای ناشنوایان داریم و در بخش بین‌الملل تا حدوداً سال 2006 وقتی که میگفتن تئاترهای بین‌المللی، در حقیقت یک نوع تبادلی بود بین فرزند کانادا و سوئد یا فرانسه و سوئد. ما فکر کنیم که این تئاتر بین‌المللی نیستش، این در حقیقت اینتر یوروپیان. تئاتر بین‌المللی اینه که دیاسپورایی که تو کشور وجود دارن یه فرهنگی دارن و این فرهنگشون باید شناخته بشه. از اونجایی که اینها مالیات میدن، لذا اون هم نیاز دارن به فرهنگ خودشون. با کشورهای مختلفی کار میکنیم، تمام آفریقای غربی، آفریقای شمالی از جمله مصر، تونس، لیبی، توی آفریقا، آفریقای غربی، غنا، بورکینافاسو و نیجریه و توی خاورمیانه، به خصوص فوکوس ما روی ایران و ترکیه است. اخیراً لبنان، فلسطین و اسرائیل رو هم توی برنامه خودمون داریم و کار من فقط منحصر به ایران نیستش، منحصر به اکثر این کشورها رو کار میکنم. ولی در مورد پروژه ایرانیان یا ایرانیان وایسز که صداهای ایرانی، صداهای ایران، در سال بعد از انتخابات جنجال برانگیز در ایران بلافاصله ما یه پروژه رو درست کردیم حدود یک هفته بعد به نام تئاتر برای دموکراسی همین حالا، یا تئاتر فور دموکراسی نا، و از تمام مردم در دنیا خواستیم که داستان‌ها و روایت‌های واقعی خودشون رو از ایران برای ما بفرستن تا شاید بتونیم یه برنامه‌ای درست بکنیم، یه کار صحنه‌ای درست بکنیم. این منجر به این شد که یکی از دوستان خوب ما در رویال کورت لندن به نام رامین گری یه برنامه داشت به نام پرشین کیوی که بر اساس توییترهایی که اون موقع توی ایران مردم میفرستدن و یه شخصیت اونم پرشین کیوی. اولین کار ما در مورد صداهای ایران پرشین کیوی بود که درست توی آگوست 2009 روی صحنه رفت. بعد از اون
4 تا از این قصه ها رو که مردم فرستاده بودن برای من، روایت های واقعی رو به عنوان نمایشنامه رادیویی کردیم که از خانم تسلیمی، چون ایشون قبلا در رادیو ملی سوئد به عنوان کارگردان کار کرده بودن و تجربه بسیار خوبی در حتی زمینه تئاتر رادیویی هم داشتن، تقاضا کردیم که با ما همکاری بکنند و این نمایشنامه رو به دو زبان سوئدی و فارسی ترجمه بشه. به این دو زبان اینا ترجمه شد. رادیوی ملی سوئد از همون ابتدا همکار ما بود. این نمایشنامه ها به نام صداهای ایران در سال 2010، فوریه 2010 آماده شد. بعد از اون ما و پخش شد از تئاتر ملی سوئد و رادیوهای محلی به فارسی. بعد از اون تصمیم گرفتیم که این کار رو توسعه بدیم به و قصه های بیشتری از ایران جمع کنیم به 5 زبان: ترکیه، فارسی، سوئدی، آلمانی و انگلیسی، و توی هر کشوری خود گروه های تئاتری اون کشور کار کردن و رادیوهای خودشون. بخش فارسی و سوئدیش رو خانم تسلیمی کار کردن و این نمایشنامه ها همراه با سمینارهای این چنین هستش که تو هر کشوری که ما این برنامه را اجرا میکنیم سمینارهای هم خواهیم داشت. من خیلی خوشحالم که زمانی که راجع به حقوق بشر صحبت میکنیم مسئله همجنسگرایان همیشه در صدر بوده. میتونم بگم از این 5 نمایشنامه اخیر 3 تاشون راجع به همجنسگرایان بود. البته در 4 نمایشنامه قبلی یکیشون و در 5 نمایشنامه اخیر 2 تاشون. و این مسئله خیلی مهمیه. 2 نمایش راجع به حقوق زنان در ایران هست و 2 نمایش راجع به مسئله همجنسگرایان، و یکی هم در حقیقت راجع به شرایط هنرمندان در ایران. من فکر میکنم خیلی خلاصه میکنم صحبتامو که این نمایشنامه رو به زبان انگلیسی هم کامل حاضر هستش و همینجا من میتونم اعلام بکنم اگر کسی بخواد، اینا همه آزاده، کپی رایت نداره، ما از تمام هنرمندان خواستیم که کپی رایتش رو بدن چون به خاطر حقوق بشره و هر چقدر هم که بخواید میتونید شو پخش بکنید. فارسیش رو که حتما در اختیارتون هست و انگلیسیش هم من دارم همینجا، اگر رادیویی رو که حتی رادیوهای محلی احتیاج به رادیوهای بزرگ باشه سراغ دارید که بخواد انگلیسی یا آلمانی یا ترکی پخش بکنه، اینها فایل شما داریم که میتونید بگیرید و پخش بکنید. هدف اصلی در مورد این کار فقط حمایت از حقوق بشر و رسوندن صدای ایرانیان از ایران به دیگر مردم کشورهای دیگه است. این که فقط ما خود ایرانی ها میدونیم که چه اتفاقی میفته توی ایران، ولی خیلی خوبه که بتونیم به دیگر کشورها هم این رو نشون بدیم. یکی از این نمایشنامه ها هست به نام روایت رضا که من خواهش میکنم اگه میتونید پخشش بکنید و بعد کامبیز و سوسن عزیز ادامه بدم. من خلاصه میکنم. خیلی متشکرم. نمایش های رادیویی بر اساس روایت های واقعی از ایران امروز، برنامه ای از تئاتر ملی سوئد ریکس تئاتر، روایت رضا، صدا کامبیز حسینی.